بسم الله الرحمن الرحیم با درس هایدرولیک کانال های باز هستیم بنده سراج الدین فقیری جلسه دوم از درس هایدرولیک کانال های باز شروع میکنه انشاءالله. جلسه اول در قسمت جیومتریک کانال ها صحبت کردیم، حالا میاییم در جلسه دوم در قسمت انواع جریان ها صحبت کردیم. types of flow یا انواع جریان ها. جریان ها عموماً بر حسب زمان و مکان دسته‌بندی میشه، یعنی تغییرات جریان نظر به زمان یا تغییرات جریان نظر به مکان. هرگاه تغییرات جریان نظر به زمان بسنجیم، این جریان ها رو به نام جریان های استیدی اند انستیدی، به فارسی جریان های یک نواخت و جریان های دائمی و جریان های غیر دائمی. به جریان های دائمی میگیم استیدی، جریان های غیر دائمی میگیم انستیدی. یعنی چی شکله؟ هرگاه تغییرات عمق نظر به زمان صفر باشه میگیم جریان دائمیه. این چی مفهوم میرسونه؟ فرض کنین که در کانال ای کانال اینجوری من و شما استادیم، فعلا ساعت 2 بعد از ظهره، عمق آب در این قسمت اندازه میکنید، توسط یک گیج میبینید که این 1 متر آب داره. ساعت 4 بعد ظهر اندازه میکنیم، باز میبینید 1 متر آب داره. فردا صبح اندازه میکنیم، میبینید باز 1 متر آب داره. روز بعدی اندازه میکنیم، بازم 1 متر آب داره. برای چندین روز متوالی در یک بازه زمانی وقتی اندازه گیری انجام میشه، میبینید که همچنان 1 متر آب داره. پس هرگاه عمق نظر به زمان تغییر نخوره میگیم جریان دائمیه یا جریان استیدیه. همچنان هرگاه این رقم باشه، سرعت نظر به زمانم مساوی به صفر یا تغییرات سرعت نظر به زمانم وجود نداره. خب این شد جریان های غیر دائمی. جریان های غیر دائمی یا جریان های انستیدی چی رقم جریان های؟ این جریان ها جریان هایی که عمق نظر به زمان تغییرات صفر نیه، یعنی عمق نظر به زمان تغییر میخوره. چی شد؟ فرض کنید که بنده اینجا این نفر مستم در اینجا کنار دریا استادیوم و این موج تماشا میکنم. قبل از اینکه موج بیای، عمق در این قسمت مثلا هست 1 متر. زمانی که موج میای، این عمق میره در این قسمت میشه 2 متر. پس ببینیم در ظرف چند ثانیه یا چند دقیقه عمق فرق کرد. هرگاه عمق نظر به زمان فرق کنه میگن جریان انستیدیه یا جریان غیر دائمی. خب به طور کلی اگه بیاین جریان ها رو دسته‌بندی کنیم، جریان ها همونطور که پیشتر گفتیم به جریان های دائمی یا استیدی و جریان های غیر دائمی یا انستیدی تقسیم بندی میشه. این بر حسب زمان بود. حالا همین جریان هایی که بر حسب زمان دسته‌بندی میشه، بر حسب مکان هم زیر مجموع اینا دسته‌بندی میشه. چی رقم؟ به این شکل در این حالت جریان ها بر حسب مکان یا 2 نقطه یا 3 نقطه یا چندین نقطه دسته بندی میشه. این جریان ها چی هم دسته بندی میکنین؟ جریان ها جریان های دائمی میگین میشه تقسیم کرد بر حسب مکان به جریان های یونیفارم یا یک نواخت، یا جریان یک نواخت، و جریان های متغیر یا وارید فلو. جریان های متغیر، جریان های یک نواخت چی رقم؟ البته در سلاید های بعدی بیشتر تشریح میکنه، اشکال را میبینیم. حالا چون شروع درس اندک تشریح میکنم، جریان های یونیفارم جریان هایی که عمق بر علاوه زمان نظر به مکانم تغییر نمیکنه. جریان های متغیر چی رقمه؟ جریان های متغیر جریان هایی که بر علاوه زی که بر حسب زمان تغییر نمیکنه، اما بر حسب مکان عمق تغییر میکنه. با جریان های متغیر به 2 دسته تقسیم بندی میشه: جریان های متغیر تدریجی یا gradually varied flow و جریان های متغیر سری یا rapidly varied flow. خب این شد زیر مجموعه جریان های دائمی. جریان های غیر دائمی به همین شکل و یونیفارم و varied بین ترتیب rapidly و
و گریج بری تقسیم دی میشه. اما چون مبحث ای سمستر جریان های متغیر مبخشین جریان های غیر دائمی نیست، پس به ای بخش ورود نمی کنیم، این میگذاریم برای ادوانس هایدرولیک یا هایدرولیک پیشرفته. فعلا مبحث درس ما در همین چوکاته در این سمستر، سر ای مبحث ای قسمت تمرکز کنیم. خب برای اینکه این موضوع بیشتر باز کنیم، این سلاید بعدی میبینیم. حالا جریان های یونیفارم و ولید برای تشریح میکنیم. در این قسمت این جریان ها بر اساس زمان دسته بندی میشه. خوبه که اینجا یک چیز اضافه کنم، اینجا بنویسم که استیدی یونیفارم ان واریفول، این اضافه کنم. هرچند که بحث ما طوری که پیشتر گفتم استیدی فلو یا جریان های دائمیه، خب بازم برای اینکه ذهنیت ما بیشتر باشه بگیم استیدی یونیفارم والید فلو، یعنی جریان های دائمی یک نواخت و متغیر. جریان های دائمی یک نواخت و متغیر، وقتی که دائمی زمانه، وقتی که یک نواخت و غیر متغیر اینو مکانه. پس این دو در مورد مکان بس میشه و این در مورد زمان. حالا جریان های یونیفارم وارد فرو چی رقمه؟ از این بعد دیگه استیدی کم میکنیم نمیگیم، منتها منظور ما همون جریان های استیدی. استیدی یونیفارم فلو یا جریان های دائمی، جریان های دائمی یک نواخت چی رقم جریان های؟ این جریان ها جریان هایی که بر حسب مکان دسته بندی میشه. چی شکل جریان های یونیفارم؟ جریان های یونیفارم هرگاه دو نقطه، مثلا این نقطه و این نقطه، این دو نقطه در نظر بگیریم، هرگاه این دو نقطه در نظر بگیریم به نظر فاصله مانند از اینه، مثلا L، در ای دو نقطه یا در ای فاصله میبینید که جریان ها عمق از اینا فرق میکنه. در این قسمت هم همین عمق داره، وقتی که بیاین این قسمت هم بیاین میبینید که همون عمق داره. پس هرگاه نظر به مکان عمق تغییر نخورد میگین جریان ها یونیفارمه. جریان های یونیفارم جریان هایی که نظر به مکان تغییر نمیخوره، عمق و سرعت the same at every section. پس چی اگه به شکل ریاضی بگیم، میگیم که تغییرات عمق نظر به مکان صفره، تغییر نمیخوره. همچنان تغییرات سرعت نظر به مکان صفره. جلوتر در مخرج تی بود، حالا دی اکس، جلوتر دی تی میگفتیم، حالا دی اکس میگفتیم. پس این جریان ها جریان های یک نواخت شد، عمق از اینا در هر نقطه یکیه. مثال زنده اگر خواستش ببینیم، فرض کنیم بریم کنار جوی انجیل، عمق اندازه کنیم در یک نقطه، میبینی که هست بالفرض یک متر، 100 متر پایین تر میره اندازه میکنیم باز میبینی هست یک متر. پس در این 100 متر جریان یک نواخته، هیچ تغییری در عمق وارد نشده. استیدی وارد فلو چیرن جریان های؟ جریان هایی که نظر به اینها نظر به زمان تغییر نمیخوره، اما نظر به مکان تغییر میخوره. در این قسمت میگیم دی وای بر دی اکس، یا اوم نظر به مکان فاصله خلاف صفر فرق میکنه، اما دی وای بر دی تی مثلا با صفر، چون استیدی یا دائمی که هست. نمونه مثال از اینا ببینیم، یک کانال، یک نقطه، یک نقطه دیگه، در بین از این دو نقطه یک فاصله مانند از این موجوده. میبینیم که در قسمت اول عمق هست وای یک بیشتره، قسمت دوم وای دو عمق کمتر شد، قسمت سوم وای سه بازم کمتر شد. پس عمق نظر به مکان تغییر خورد، اما نظر به زمان در ساعت دو هم قسمت وای یکه، در ساعت چهار هم وای یکه، در فردا صبح هم وای یکه. این هم به این ترتیب، ساعت دوی بعد از ظهر هم وای یکه، وای دوه، فردا صبح هم وای دوه، پس فردا صبح هم وای دوه، به این ترتیب وای سه. پس اینا شد جریان های متغیر. حالا جریان های متغیر دو نوعه، طوری که در شکل بالا دیدیم، در قسمت بالا دیدیم، جریان های متغیر، جریان هایی که متغیر تدریجی گریجولی برد فلو، جریان های متغیر سری یا رپیدلی برد فلو. در این شکل ببینید شما اینجا انواع اقسام جریان همشون داره. در این قسمت عمق جریان اقدره، در این قسمت اقدر عمق جریان، اینجا میبینید کمتر شد، باز میبینی در این قسمت بیشتر شد، باز در این قسمت یک قدر عمق، اینجا کمتر،
بین تکلیف اینجا کمتر. حالا ای اعماق نظر به مکان فاصله از این نقطه تا به این نقطه که در نظر گرفتین نظر به مکان تغییر کرد، اما نظر به زمان اگر تغییر نکنه میگیم جریان ها دائمی هست، اما جریان های متغیره. حالا متغیر تدریجی و متغیر سری میبینید چی رقمه. عمق از این نقطه تا این نقطه قبل از این دروازه که آب بند کرده، از این نقطه قبل از دروازه تا بعد از دروازه میبینید که خیلی سری تغییر میخوره. هر جا که خیلی سری تغییر خورد میگیم rapidly varied flow، جریان های متغیر سری. اما اگر از این نقطه در نظر بگیریم تا این نقطه، گرچه اینجا نشان نداده، اینجا یک gradually varied flow داریم که در این شکل نمارده، خیر برای ازی که برای شما گنگ نشه من در این قسمت نمی پیشم، باش پاک کنم. از این نقطه تا این نقطه گفتین rapidly varied flow. حالا در این نقطه بین دو نقطه هم یک نقطه هست که عمق gradually varied flow هست، آیسته کم میشه که این نشان نداده. gradually varied flow کجا؟ در این قسمت، مثلا از این نقطه عمق تا این نقطه عمق آیسته آیسته به شکل این شکل کمی اغراق‌آمیزتر نشونده، به این شکل کم شده، اینجا آیسته آیسته کم شده. اما در این قسمت اگه ببینیم میبینیم که اول عمق قدره، در این نقطه عمق اینقدر میشه، خیلی سری عمق تغییر کرد. هر جا عمق نظر و فاصله سری تغییر کنه میگیم جریان متغیر سری یا rapidly varied flow، و هر جا عمق نظر و فاصله آهسته آهسته کم شه میگیم جریان متغیر تدریجی یا gradually varied flow. خب بیشتر میریم، اینو بیشتر تشریح شده. steady non-uniform flow همونطور گفتیم gradually varied flow میشه، این هم میشه در یونیفارم بگیم هم میشه وارد بگیم، فرق نمیکنه. خب اینا به دو دسته تقسیم بندی کردیم، gradually varied flow، rapidly varied flow. gradually varied flow چی رقمه؟ اینه که change in depth in long distance، اون تغییر میکنه منتها در طول بیشتره. و rapidly varied flow چی رقمه؟ اینا در فاصله کم عمق زیاد تغییر میکنه، مثل اینکه در شکل بالا دیدیم در این فاصله، در این فاصله عمق دیدین چی مقدار، اینجا اینقدره اینجا اینقدره، عمق تغییر کرد. پس این شد گریج رپیدلی وارد فرو و این قسمت گریج ولی وارد فرو. در جریان های گریج ولی وارد فرو نورمال اکسلریشن یا کامپوننت اکسلریشن نورمال که در فیزیک و داینامیک خوندیم خورده، وی مربع بر رو یا وی مربع بر آر هر کدوم آشنا هستیم کمه. اما در جریان های متغیر سری نورمال اکسلریشن زیاده، وی مربع بر آر زیاده. نمونه است هایدرولیک جمپ، فعلا به ذهن خوب بگین هایدرولیک جمپ، در جلسات بعدی هایدرولیک جمپ تشریح میشه انشاءالله. دیگه هست اسپیشلی وارد فرو، جریان های متغیر مکانی، اسپیشلی وارد فرو جریان های متغیر مکانی. یم در زیر مجموعی جریان های متغیر، هرچند که در جدول نشان داده نشده بود در این قسمت، در این قسمت نشان داده نشده، من تا این میشه که اینجا اضافه کنیم بگیم especially varied flow، جریان های متغیر مکانی. جریان های متغیر مکانی چی رقم جریان های؟ این جریان های متغیر مکانی جریان هایی که در مسیر یک مقدار آب اضافه میشه یا کم میشه. مثلا در این قسمت ببینید شما آب به این سمت جریان داره، اینجا یک دهنی هر گاه ارباز کنیم بینی که یک مقدار عمق کم شد. پس هر گاه تغییر در دسچارج یا در دبی، به فارسی بگیم دبی، انگلیسی بگیم دسچارج، در دسچارج بیایه میگیم این جریان های متغیر مکانیه. به این ترتیب همونطور که میشه عمق کم شه میشه که عمق زیاد هم بشه. فرض کنیم از این قسمت یک مقدار آب اگر وارد است یک کانال اصلی بشه، دسچارج زیاد میشه، عمق زیاد میشه. چی زیاد شه چی کم شه در دستبندی از اینا در اسپیشلی وارد فلوه. خب رسیدیم به فلو کندیشن این اوپن چینل، حالت جریان ها در کانال های باز، در جریان کانال های باز چی رقم؟ حالت جریان تحت تاثیر سه پارامتره. یک،
ویسکوسیتی یا لزجت، دو گراویتی یا ثقل و دنسیتی. چی شک ویسکوسیتی؟ از درس فلود میکنیک اگر یاد من شما باشه، من و شما در درس فلود میکنیک جریان های لیمنار و فلود دیدیم و آشنایی دارم. این درس کتاب فلود میکنیک در سمستر قبلی مطالعه شده. جریان ها هرگاه بر اساس لزجت خواست باشین دسته بندی کنیم، میگین جریان ها لیمیناره یا جریان ها فلود. ببخشین، هرگاه لزجت عامل مؤثر باشه در جریان ها، هرگاه لزجت عامل مؤثر باشه در جریان ها، اینا میگین جریان ها لیمینار یا جریان ها ترگولینت. لیمینار و ترگولینت جریان ها چی رقمه؟ یک یادآوری درس فلود میکنیم. هرگاه جریان به شکل لایه های منظم یک لایه روی لایه دیگر حرکت کنه، میگیم جریان لیمیناره. یعنی این لایه تداخل با این لایه نداشته باشه و این لایه تداخل با این لایه نداشته باشه، یعنی دیر قسمه جریان لیمیناره. در داخل یک لوله کوچک آبرنگ آزاد کردیم، ببینید که آبرنگ به اون مسیر خود حرکت میکنه بدون از اینکه به دو طرف پخش بشه. پس جریان چیه؟ جریان لیمیناره. در این قسمت ببینید که آبرنگ پخش شده، این جریان تربولینته. اینا لایه ها هر لایه در مسیر خود حرکت نکرده، اینا میگن جریان های لیمینار و جریان های تربولینت. یک دوری از درس فلود. پس ویسکوسیتی عامل تاثیرگذار بر حالت جریانه. دیگه پارامتری که تاثیر بر حالت تاثیرگذار بر حالت جریان گراویتیه. گراویتی یا ثقل همو کامپوننت وزنه. فرض کنیم که یک کانال دارای شیب ملایمه، میبینیم که آب داخل از این کانال آهسته حرکت میکنه. اگر همین کانال شیبی تنشه، میبینیم که سرعت آب به داخل کانال زیاد میشه. علت چی بود؟ علت همو کامپوننت W فرض کنیم کانال باشه، یعنی آب داخل از حرکت کنه. فرض کنیم یک کتله آب در نظر گرفتیم، این کتله آب یه زاویه است تیتا، در اینجا W وزن تاثیر گذاره، W سایل تیتا. حالا هر قدر تیتا بزرگتر شد، W سایل تیتا بزرگتر میشه. W سایل تیتا که بزرگتر شد، سرعت بیشتر تر میشه. پس میبینی که در این قسمت وزن تأثیر گذار شد. دیگه چی تأثیر گذاری میکنه؟ دنسیتی یا کثافت. کثافت هم تأثیر گذاره بر حالت جریان. در صورتی که یک جریان کثافت بالاتر باشه، تأثیرات از اون متفاوت با یک جریانی که مایعی که کثافت کمتر باشه. حالا ویسکوسیتی چی رقم نشان میده؟ در درس فلود مشرح دیدیم عددی به نام رینولد نمبر مشخص میکنیم، توسط عدد رینولد نمبر نوعیت جریان رو مشخص میکنیم که جریان لیمینار یا تربولینت. رینولد نمبر مساوی بود با رو کثافت، سرعت ضرب در شعاع هیدرولیکی تقسیم بر میو یا داینامیک ویسکوسیتی. این مساوی بود، اگر خواستیم کینماتیک ویسکوسیتی تبدیل کنیم، سرعت ضرب در شعاع هیدرولیکی تقسیم بر میو بخشش باشه بر نو یا کینماتیک ویسکوسیتی، داینامیک ویسکوسیتی، کینماتیک ویسکوسیتی. حالا در این قسمت گراویتی چی را هم تاثیر گذاری میکنه؟ تاثیر گراویتی چی را نشان میده؟ توسط یک عدد مانند فراد نمبر. فراد نمبر هرگاه خواسته باشین تاثیر گراویتی نشان بدیم، توسط عدد مانند فراد نمبر نشان میده. فراد نمبر مساوی میشه با سرعت تقسیم بر جذر قوه جاذبه ضرب در دی یا هایدرولیک دپت. هایدرولیک دپت را در تشریح کردیم که عبارت است از مساحت تقسیم بر سرفیسی که با هوا آزاد در تماس است. دنسیتی را کاشته. حالا ویسکوسیتی و تاثیر لزجت در فلود دیدیم، تاثیر گراویتی اینجا بیشتر تر مطالعه کرد. البته در قسمت تاثیر لزجت هم اینجا بعضی مطالب اضافه میکنیم. همونطور که پیشتر گفتم تاثیر
برای مشخص کردن جریان ها که لیمینر یا تربولینت آیا هر لایه آب هر لایه مایع در مسیر خود حرکت میکنه یا نه، پراکنده هست، پراکنده میشه به لایه مختلف، توسط از رینول نمبر مشخص میکنیم. اگر عدد رینول نمبر کوچکتر باشه از 500 میگیم جریان هست لیمینار. البته در فلود اگه یاد ما شما باشه در اون قسمت میگفتیم که هرگاه عدد رینول نمبر کوچکتر باشه از 2000 اون برای جریان های تحت فشار بود، کوچکتر باشه 2000 میگیم جریان هست لیمینار. اما در کانال های باز هرگاه رینول نمبر کوچکتر باشه 500 میگیم لیمینار. در صورتی که بزرگتر باشه 2000 میگیم جریان تربولنت یا جریان آشفته. در صورتی که ما در فلود اگر یاد باشه یاد ما شما باشه میگفتیم هرگاه جریان آر بزرگتر باشه از 4000 بزرگتر باشه 4000 اینا برای جریان های تحت فشار یا لوله ها بود، اینا برای جریان های باز یا کانال ها بیشتر تر با هوا آزاد در تماس. و در صورتی که بین 500 تا 2000 باشه میگیم جریان انتقالیه. در صورتی که برای جریان های تحت فشار بود بین 4000 تا به 2000 اینا هست برای جریان کانال های تحت فشار، اینا هم هست برای جریان های کانال های باز که با هوای آزاد در تماس. خب تاثیر لیمینر و تربولنت بود. در کانال های باز عموماً جریان ها تربولنت یا آشفتیه، بنابراین تاثیر لیمینر و تربولنت یا لزجت زیاد مورد توجه واقع نمیشه. چیزی که خیلی مهمه در کانال های باز فراد نمبره. خب فراد نمبر ای بکنم که درس ما بندازه کافی شد، این میگذاریم به جلسه بعدی. امید است که درس امروز از درس امروز استفاده شده باشه. تا جلسه بعدی خدایا رو نگهدار شما.